اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. افمن اسس بنیانه علی تقوی من الله و رضوان خیرون همن اسس بنیانه علی شفا جرف انهار فانهار بهی فی نار جهنم و الله لا یهدی القوم الظالمین. لا یزال بنیانهم الذی بنوا ریبة فی قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم والله علیم حکیم. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنة یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فی التوراة و الانجیل و القرآن و من اوفا بعهده من الله فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به و ذلک هو الفوز العظیم. در این سوره مبارکه توبه گذشته از اینکه اوصاف دو گروه را ذکر می‌کند، خصوصیات مؤمن و منافق را یادآور می شود، کارشکنی های منافقان درباره نظام اسلامی را جداگانه ذکر می کند، فداکاری و نثار و ایثار مردان الهی را جداگانه ذکر می کند، جریان مسیر ضرار که مبسوطه بازگوش و چند نکته در کنارش مونده است. نکته اول این است که مسجد ضرار هم رفت و آمد در آن حرام است و هم نماز در آن باطل، برای اینکه مستقیما نهی به خود عبادت در اون مسجد خورده است. اما کنیسه بیعه مراکز عبادت یهود و مسیح این چنین نیست. احیانا سخن از کراهت به میان آمده، ولی نه رفتن حرام است و نه نماز خوندن در اون. البته نماز خوندن در این گونه از معابد مکروه هست و برای رفع کراهت اونها هم علاج شده است، اما حرام نیست. برای اینکه یه اقلیت دینی هست و اسلام اونها رو امضا کرده است با پذیرش جزیه و مانند آن، اونها آسیبی هم به حوزه اسلامی نمی رسند. اگر احیانا یه کلیسایی در تضاد با دین بود، اون دیگه نظیر مسجد ضرار می شود، ولی خود کلیسا، خود کنیسه، خود بیعه ذاتاً این چنین نیستن که نماز در اونها حرام باشه. مطلب دیگر اون است که این تخریب مسجد یا سوزوندن مسجد ضرار تقریباً جزء کارهای ولایی و حکومت اسلام است. این چنین نیست که اگه یه جای مسجد ضرار شد توده مردم مجاز باشند به تخریب یا سوزونده. ممکن است حکومت اسلامی اون را به صورت بنای دیگری در بیاورد. اصل تخریب یا احراق این به عهده حکومت اسلامی واجب ولایی است. معمولا بناها را تخریب نمی کند مگر اینکه مصلحت عامه ایجاب کنه. نظیر قطع درختها که چنین کاری در اختیار افراد عادی نیست مگر اینکه مقطعی و موردی دستوری برسد و حکومت اسلامی اجرا بکند. سوره مبارکه 8 آیه 5 به بعد که جریان قطع درخت ها را اشاره میکند بر همین مبنی است. با اینکه دستور اصلی اسلام این است که در جبهه‌های جنگ هرگز درخت ها را قطع نکنید، اما در خصوص جریان یهودی ها که میخواستن اونها را متواری کنن، آیه 5 سوره 8 این است: ما قطعتم من لینت او ترکتموها قائمتا علی اصولها بإذن الله ولیخزی الفاسقین. شما که حق قطع درختی نداشتید، اما در جریان متواری کردن یهودی های مدینه هر بخشی از درخت ها که روی پای خود مونده است و هر بخشی از درخت ها که قطع شد، اینا به اذن الله بوده است. غرض این است که گاهی ضرورت ایجاب میکنه
که دستورهای مقطعی به استناد ولایت حاکم اجرا بشود. تخریب مسجد زراد و احراق او هم از همین قبیل. مطلب دیگران است که یه هدف مهمی دین پیشبینی کرده که برای نیل به اون هدف مهم مبادی فراوانی را هم ارائه کرده. اون هدف مهم آن است که به اصل وحی که ثقل اکبر است و ثقل اصغر را هم در دامن خود دارد، یعنی قرآن، مردم آشنا بشه و آشنایی با این کتاب هم بدون طهارت حاصل نخواهد شد که لا یمسه الا المطهرون. برای اینکه مردم به این کتاب آشنا بشن یه سلسله دستورات عبادی داده شد، مثل وضو و غسل و تیمم بدل از وضو و تیمم بدل از یه سلسله مراکز عبادی ساخته شد مثل مسجد. برای همه اینها هم برنامه ریزی شد، فرمود تمام این کارها برای هم را که شما طاهر بشوید. خب طاهر بشوید که چی؟ برای اینکه بتوانید با قرآن تماس بگیرید. اگر حقیقت قرآن برای ملتی روشن شد، اونگاه رو پای خود می‌ایستد، چون ملتی که فرهنگ الهی دارد میتواند مقاومت کند، اون را با جان خود میپذیرد. و آیات بعدی ان الله اشترى من المؤمنین محصول طهارت مردان الهی. اگر کسی روحش طاهر شد، جدا از هر آلودگی پرهیز میکند و حاضر نیست آلوده بشود و برای نجات خود و دیگران از این آلودگی جهاد میکند. لذا اگر نماز و روزه و سایر احکام هست، اون رو در سوره مبارکه مائده آیه 6 به این صورت بیان فرمود: یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الى المرافق. بعد از اینکه دستور وضو داده است، دستور غسل میدهد: و ان کنتم جنبا فتطهروا. این مال وضو و غسل، اینا طهارت های مایی. اونگاه فرمود اگر بیمار بودید یا مسافرت بودید و نیازی به غسل یا وضو داشتید، فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا. اینها ناظر به طهارت های ترابی بدل از طهارت های مایی، یعنی تیمم بدل از وضو و تیمم بدل از غسل در هنگامی که انسان معذور از غسل و وضو است. اونگاه در بخش پایانی همین آیه 6 سوره مائده که مسئله نماز اشاره میکنند و مسئله وضو و غسل اشاره میکنند و مسئله تیمم بدل از غسل اشاره میکنند، میفرماد به این که ما یرید الله لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطهرکم. البته بخش قابل توجه از این طهارت ها طهارت های ظاهری است، برای اینکه وضو و غسل سهمی دارد در طهارت ظاهری، اما تیمم بدل از وضو، تیمم بدل از غسل اون کار طهارت و نظافت از اون ساخته نیست. معلوم شود که معیار طهارت معنوی و باطنی است. یه انسان متواضع و متعبد و متخشع در برابر خدا طاهر است. چنین انسانی توفیق درک قرآن را دارد. این که فرمود خدا دستور داد تا شما طاهر بشوید، بخش مهم بشون طهارت معنوی. یه انسان مستکبر یا متکبر یا عنود لدود هرگز طاهر نیست، این آلوده است. یه انسان خاضع خاشع است که طاهر است. و این طهارت ها برای آن است که انسان واقعا از درون طاهر بشود. گرچه بخشی از اینها برای نظافت بیرون هم بی‌اثر نیست، اما طهارت حقیقی آن است که دل پاک بشود. لذا همون کاری که از وضو ساخته است از تیمم ساخته است، همون کاری که از غسل ساخته است از تیمم بدل از غسل هم ساخته است. و هرگز نمی شود منظور از این طهارت آیه 6 سوره مائده را به معنای نظافت ظاهری تفسیر کرد، برای اینکه اون نظافت ظاهری با تیمم بدل از وضو یا تیمم بدل از غسل حاصل نمی شود.
یه انسانی که پیاده شد این میتواند بالاخره معارف قرآن را درک کند. یه انسان سواره فقط خودش رو میبینه. خب مردان الهی هم تو مساجد کارشون همین است، فیه رجال و یحبون ان یطهروا. پس اگر وضوع یا تیمم بدل از وضوع، غسل یا تیمم بدل از غسل، تردد در مسجد، عبادت در مسجد، مسجد سازی، نگهداری مسجد و مانند آن است، همه برای طهارت است. اگر کسی طاهر شد اونگاه به اون نقطه اصلی دسترسی پیدا میکند که لایمسه در مطهرو شامل حالش میشود که او چون طاهر است میتواند با قرآن تماس بگیرد. وقتی با قرآن تماس گرفت اومد برای حفظ قرآن خود، از هیچ نثار ایثار دریغ نمی کند و آیات بعد این زمین است که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. یه همچه ملتی زنده است، روی پای خودش است، کشور خودش و دین خودش و ناموس خودش حفظ میکنه. و یعنی ساختن مسجد که فیه رجال و یحبون ان یطهروا نباشد مشکل حل نمی کند. خب مطلب دیگر اون است که آیا اکثری مردم به طرف ضلالت و عذاب می روند یا اکثری به طرف هدایت و رحمت و بهشت؟ این یه بحث جهانبینی است، بحث مقطعی که نیست. یه وقت از انسان بگد اکثر مردم در روی زمین گمراه هست، این یه حساب. یه وقت روی جهانبینی که بحث میکند کل دنیا با اون چه که در پیش دارد به نام برزخ و اینها نسبت به صحنه قیامت که حلقه کلی فلاکن است. اگه کسی بخواد درباره کار خدا بود رحمت واسعی الهی بیندیشد و رحمتی وسعت کل شیء، این باید یک بحث کلامی کلان داشته باشه. کلان یعنی چی؟ یعنی دنیا که عمرش چند میلیون سالم باشد نسبت به ابدی که در پیش داریم که حلقه تنفی فلات، آیا در ابدیت که همه انسان ها به اون سمت میرود اکثری اهل جهنمند یا اکثری اهل بهشت؟ اکثری اهل بهشتند. بلکه یه عده مشکلاتی دارن در دنیا تنبیه میشن، در حالت احتضار تنبیه میشن، در رب تنبیه میشن، در ساحره قیامت تنبیه میشن، احیانا این در حساب و تطار کتب و انتقال جواره تنبیه میشن، گاهی هم ممکنه مقداری هم بسوزن، اما سرانجام به بهش میرون. هرگز انسان موحد مخلد نخواهد بود. وقتی به بهش میرون ابدیت با اوست. حالا برفرض تو راه یک افت و خیزی هم داشته باشد، پس اکثری مردم به لحاظ ابد اهل سعادت هست. لیکن به ما گفتند میگه به همون اندازه که شما میتوانید آتش رو تو کف دست داشته باشید به همون اندازه گناه کنید. خب ما یه لحظه هم نمیتوانیم، لذا از گناه یه لحظه هم باید پرهیز بکنیم. اون یه حساب هست که وظیفه ماست. یه بحث کلامی است، بحث کلامی اکثری به طرف رحمت. یه مطلب. مطلب دیگر این که در قرآن که فرمود اکثر و هم قضا و انجد اکثر من برازه یا زلو یا اکثریشون و ما اکثر و ناس برا هرسته به مؤمنین، آیا ما در سنجش معیار را سلمان و عبازر قرار بدیم بعد بگیم اکثریشون در ضلالت یا نه اونا جز اوحدی از ناسن، اونها معیار نیست؟ الان هزارها نفر میان در حوزه و صدها هزار نفر در دانشگاه هستن. معیار کیه؟ معیار اون چند نفرن که مرجع میشن و مثل علامه طباطبایی میشن و مثل امام میشن. اگه معیار اون باشه اکثری و مقصد نمیشه. اگر معیار دانشگاه همون چند تا استاد مبتکر فناور هست، خب اکثری دانشگاه ها میشه محروم. یا نه، معیار اونا نیستن، اونا جز شاخص ها هستن. شما وقتی وارد یه باغ میشید این باغ هزار تا درخت دارد، هر درختی هم لاغر 500 تا میوه دارد. این میوه های فراوان در جمع این باغ پربرکت که هزار درخت دارد، هر درختی هم 500 میوه دارد، شاید مجموع همه این میوه های صدتایی
شاداب و درشت و سالم و بیعیب باشد. اگه معیار اون ستا باشد بقیه به هدف نرسیده. اما اگر درجات محفوظ باشد، همه اینها کمالات است، همه اینها میوه هاست، همه اینها مقصد رسیدن، منتها کلر علی حده، اگر اون از اکثری مقصد رسیدن و ضایعات بسیار کمه. این از لطائف سخنان مرحوم بو علی است. میفرماد به اینکه شما که میگویید شر در عالم زیاد است، خیر در عالم کم است، غضب بیشتر است، رحمت کمتر است، معیارتون کیه؟ اگه معیارتون انسان‌های اوحدی و شاخص باشد که چنین معیار قرار دادنی صحیح نیست، بعد لازمش اینه که اکثری مقصد نرسد. اما کی گفته معیار حوزه این است که همشون بشن امام یا علاوه تبته باید؟ نه، انا کل شئین خلقناه بقدر. همین که بسیاری از افراد خیلی چیز میفهمن، خودشون رو نجات میدن، دیگر رو نجات میدن، این به کمال و فضیلت رسیده. این هم یه مقدار. اما بله، که خود ذات اقدس اله فبود نخیر، ما اینا رو برای هدایت آفریدیم. اگر ذات اقدس اله برای هدایت آفرید و فبود ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، و در بخش های دیگر فبود ما برای رحمت اینا رو خلق کردیم، یعنی ما به مقصد نمیرسیم، چیزی جلوی ما رو میگیره. ممکن است یه موجودی مقصد نرسد، اما ذات اقدس اله یقینا کارهای او به مقصد میرسد و هرگز از نیل مقصد خالی نخواهد بود. در سوره مبارکه هود آیه 118 به 119 این است، فرمود به این که ما اگر بخواهید همه را مؤمن بکنیم میتونیم. ولو شاء ربک لجعل الناس امتا واحده، همه را یک دست. چه این که فهمون بلو شهاد آمن من فی الارض کلهم جمیعا، همه رو یک دست میتواند خدا مؤمن بکنه، اون گرایش های زائد رو به این هم بدهد. ولی اون لطف خاص نصیب هر کس نمیشود، نه با اجبار صحیح است کسی رو مؤمن کرد، نه اون لطف خاص رایگان نصیب هر کس میشود. فهمون بلو شهاد رب بکر زعر ناس امتا واحدتا ولا يزالون مختلفين الا من رحم ربك ولذلك خلقها. اکثری مردم با هم اختلاف نظر دارند، مگر کسی که مشمول رحمت حق باشد و خدا هم برای رحمت اینا را آفریده. بنابراین که ولذلك خلقها به همین جمله عقیل که قدیمات یکن است برگرده. خب اگر ذات اقدس اله به رحمت خلق کرد، از رحمت آمدند و به رحمت روند، باز من رحمتین بدا و الى ما بدای او، دیگه چیزی کوتاه نمیموند. که ما یه وقتی دنیا رو حساب میکنیم، یه وقتی نه اون ابد رو حساب میکنیم. بحث های کلامی باید به لحاظ بحث ابد باشد. اگر یه عده زیادی در دنیا مشکل دارن، با مقداری از فرطاس در برزخ اولا تبهیر می شود. ممکن است خیلی ها به طرف کفران نعمت سوق داده بشن، ولی بسیار از اینا مستضعفن. کسی که آل من آمدن بیراه برود کم است. بسیار از اینا معذورن، بسیار اینا دسترسی ندارن. الان با اینکه شرایط تبلیغی به صورت اینترنت در آمده، مگر می گذارند به این که احکام الهی، اخلاق الهی به دست مردم برسه؟ چنین نیست. یه دعیمه کفرن، اینها اگر نباشن بقیه رو براهن، خیلی ها معذورن. بنابراین نمی شود گفت این که اکثری مردم به طرف فسادن. رو چند جهت، یکی این که معیار اون اوحدی نیست، دوم این که کسی که آل من آمدن بیراه برود کم است. بسیار از مردم دسترسی به احکام ندارن. حالا یا در یه منطقه هستن که دور دست است، یا تحت فشار نظام سلطه هستن که نمیگذارن احکام الهی به اونها برسه.
اونم تکوینه دیگه. خدا برای رحمت خلق کرده است دیگه، چیز جلوی خواسته خدا رو که نمیگیرد که. قبول اون شکور، اون شکوری که صیغه مبالغه است و وصف ممتاز داشته باشد قلیل است، ولی اکثری به این وضع میرسند برای که رحمتی وسط کل شی. و خدا هم برای رحمت آورید، اگر چون که یه اهداف جزئی باشد ممکن است که کسی هدفی داشته باشد دیگری جلوی هدف او رو بگیره. اما اگر ذات اقدس الله بگوید نظامی که من آفریدم به این سمت حرکت میکنم و مجموعه نظام تر تدبیر الهی هم و نه کسی جلوی این رو میگرد نه چیزی جلوی این رو میگرد، همه را یک نفر دارد هدایت میکند به طرف رحمت اون خداست. خب نه، بالاخره اون که حساب خاص خودش داره، ولی منظور اونی که دیگران هم اکثریشون به مقصد میرسن نسبت به عبد کسی در نظر بگیره، چون بحث کلامی باید کلان باشه نه مقطعی. مقطعی میشه بحث تاریخی، کلام دیگه. کلان همطور آمدند و میروند و ان الاولین و الاخرین مجموعون الى میقات یوم معلوم، در اون روز بسیار از اینا مشمول عفو الهی هست، بسیار از اینا معذورن. خب نگاه کلان نشانه رحمت الهی است. مطلب دیگر اون است که این که ذات اقدس اله فرمود لا یزال بنیانهم الذی بنوا ریبتا فی قلوبهم، این منافقان دو تا کار کردن، یه مسجد ساختن یه پایگاه فکری در نهان خودشون داشتن. اون مسجد خب تخریب شد یا احراق شد از بین رفت، اما اون عقیده فسادی که در دل داشته و دارن او که به این زودی از بین نمی رود. اینا نسبت به اون مسجد که برای اونها منزله عجل سامری بود همیشه نگران بودن، و همونطوری که وجود مبارک موسی کریم سلام الله علیه و آله نحرقن نه و ثم لننسفن نه فی الیم نسفا، اینجا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم طبق دستور ذات اقدس اله در باره این مسجد یه همچه دستور تقریری رو داده است. اما در اونجا که اون گوساله به اون صورت از بین رفت، یه امر موندنی در درون دلهای اینها نهادینه شده بود که فرمود و عشق روفی قلوبه مل اجل. منافقانم نسبت این پایگاه عشر و فی قلوبهم حب و مسجد زرار، این دوستی منافقانه در دلها اینا هست، هم نسبت این مسجد زرار که گرایش داشتن، هم اون نفاقی که در دل نهادینه کردن، هم این هست اینا رو رها نمی کنن تا اینکه این دل قطعه قطعه بشنن. لا یزالو بنیانهم الذی بنوا ریبتا فی قلوبهم، یک شک نگران کننده و لرزاننده در دل اینها هست. یه وقت از این انسان شک دارد، خب یه شک علمی دارد، باعث اضطرار نیست. این شک علمی نمیداند که مثلا فرون آیه به این معناست یا نه، یا فرون پدیده از فرون شی حاصل می شود یا نه، یه شک علمیست بازی اضطرار نیست. اما یه وقت است که در باره کاری که به عزم و تصمیم و اراده برمی گردد او تردید دارد، شک دارد، در واقع تردید است. این شک او که با تردید آمیخته است زمینه اضطراب او را فراهم می کند، همونطوری که علا به ذکر الله تطمئن القلوب، علا به نفاق تزتر و نفوس و قلوب، اینا همیشه لرزان، همیشه مضطرب، این اضطراب اینها رو رها نمی کند مگر اینکه این دل قطعه قطعه بشود. این دل قطعه قطعه تشد یعنی چی؟ یعنی اینا بمیرن. نظیر اون چی که در همین سوره مبارکه توبه قبلا گذشت و اعقبه هم نفاقا فی قلوبهم الا ان یلقونه، یعنی اینا تا هستن منافقن، فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الا ان یلقوه
تا به لقاء الله برسن، یعنی تا بمیرن این نفاق دارن. این گروه از منافق اینطور نیست که توبه بکنن و توبه نصیبشون بشود. آیه 77 همین سوره مبارکه توبه این بود: فأعقبهم نفاقا فی قلوبهم الى یوم یلقونه بما اخلفوا الله ما وعدوه بما کانوا یکذبون. این نفاق تا صحنه قیامت است. وقتی که صحنه قیامت اینا وارد شدن، نفاق برطرف می شود، اما دردش و اثر سوءش هست. نفاق یعنی چی؟ یعنی کفر باطن به ایمان ظاهر. اینا نسبت به خدا و قیامت و بهشت و جهنم مشکل جدی دارن، اینا رو انکار میکنن. وقتی به قیامت رسیدن به اینا میگن افسحرون هازام انتم لا تبصرون. اینا میگن ربنا ابصرنا و سمعنا، ما در باره جهنم مشکل داشتیم الان بله میبینیم. اما تمام درد اینه که انسان در قیامت میفهمد: یک، نمیتواند قبول بکند. دو، جای عملم که نیست. جای عمل نیست، این رو همه ما میدونیم. الیوم عملم ولا حساب و قدن حسابون ولا عمل. مثل آدم نماز بخواند، روزه بگیرد، صدقاتی بدهد، کفاراتی عطا بکند، جبران بکند، این نیست. اونجا دیگه جای تکلیف نیست. اما تمام درد اینه که میفهمد حق با انبیاست ولی نمیتواند قبول بکند. چون قبول ایمانه، ایمان فعل اختیاریه، فعل اختیاری تکلیفه، اون روز جای فعل اختیاری نیست. تمام دردی که میفهمد اما نمیتواند بگد آمنا، چون اگه بخواد ایمان بیاورد که مشکل حل میشود. مثل کسی که به او میگویند بیراه نرو، گرچه تشنهی و لب خشکیدهی، اما این راهی که میروی سراب است، اینجا چشمه نیست. این حرف راه نمایان رو گوش نمیده، با تلاش و کوشش میرود، تا توان دارد میرود، تا قدرتی در پاهای او و بدن او هست میدود. وقتی خسته شد به طوری که هیچ توانی برای اونمون، برمیگردد عقب و نگاه میکند، میبیند که چشمه جای دیگر است. یه عده سبوکشان میرند و آب میگیرند و سیراب میشوند، دور با لذت برمیگردند. این میفهمد کوسر جای دیگر است، اما راه رفتن ندارد، پای رفتن ندارد. اگر در قیامت جا برای ایمان باشد، جا برای توبه باشد، که نراحتم. مشکل این است که جای علم است نه عمل، جای علم است نه ایمان. بنابراین اینا تا زنده اند منافقانه زندگی میکنن. فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم الى یوم یلقونه بما اخلفوا الله بما اخلفوا الله ما وعدوا. تا قیامت اینا منافقن، اما در قیامت نفاقشون برطرف میشود، نه ایمان میآید. خب پس این نفاق که باطنن کافر ظاهرن مسلمان این چنین نیست، اون تکشون، اون نفیشون، اون تردیدشون به جزم علمی مبدل شده است. یعنی یقین دارن دیگه، الله خدا حق است، قیامت حق است، وحی نبوت حق است، یقین علمی دارن. مثل اینکه فرعون یقین علمی پیدا کرد، جزم علمی داشت، اما به جهد و بها و استیقنت و انفسهم بود. یک، وجود مبارک کلیم حق و فهمون دقیقت علمت مهندر ها و لارب و سماوات. دو، این دو طایف از آیات نشون میدهد که او عالمن آمدن انکار میکرد. حضرت موسی فهمون خب برای تو مسلم شد که حق با منه دیگه. در قیامت با این که حق مسلم است که حق با خدا و انبیاست، منافق و کافر نمیتواند ایمان بیاورد. لذا میگه اجازه بدید برگردم به دنیا، به همون دنیایی نیست، دنیا بسازش برچیده شد، کجا برید؟ این مجموعه نظام کیهانی بل ارض و قبضت و یوم القیامه و السماوات و مطویات و بیمینه، کل این مجموعه برداشته شد، کجا برید؟ جا بر رفتن. خب این میشه تغطیه قلب. خب پس منظور از تغطیه قلب این نیست که اگر اینها مردن این ریب برطرف می شود، بلکه اون شک علمی برطرف می شود. یک،
آثار سوءش میماند. دو، راهی برای حل اصلا وجود ندارد. این سه، پس الا ان تقطع قلوبهم، این تو نیست که حالا که مردن دیگه ریب نیست، اضطراب نیست، نگرانی نیست، نه خیر، این تبدیل میشود به وضع دیگه. البته در دنیا میتواند ایمان بیاورد ولی به سوء اختیار نمیاره، لیکن در قیامت اصلا ایمان آوردن ممکن نیست. تفاوت دنیا و آخرت همینه. نه در دنیاست، در دنیا با این که میتواند ایمان بیاورد، ایمان نمیاورد. منظور تفکیک علم از ایمان است که ممکن است علم باشد کسی ایمان نیاره، منتها در دنیا امر اختیاری است مثل فرعون، در آخرت امر اضطراری است. یعنی هیچ کس نمیتواند ایمان بیاورد، چون اونجا ظرف فعل نیست، ظرف تکلیف نیست، وگرنه اونجا میشه ظرف شریعت و وحی نبوت. خب اکنون که به این پایگاه ارشاد فرمود برسید، بعد هم فرمود ذات اقدس الا شهادت میده از اینا دروغ میگن، با تأکیدات فراوانی در این جمله، از جمله اسمیه باشد، با لام باشد، و لا یشهد انهم، با ان باشد، لکاذبون باشد، با تأکیدات دیگه جا برای ابهام برای هیچ کسی نمیموند. مشابه این فردی در سوره مبارکه منافقون هم آمده، آیه اول سوره منافقون است: اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول الله والله یعلم انک لرسول والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. اونجا هم جمله اسمیه است و با انه است و با لام تأکید است و امثال ذلک. خب خدا شهادت میدهد، خدا گواهی میدهد که منافق دروغ میگه. کجا شهادت میدهد؟ در همین آیه. به چه دلیل این کلام خداست؟ به دلیل اینکه این کنتم فی ریب مما نزلنا فأتوا بصورتی مثلها. پس خدا شهادت میدهد از چند جهت که منافق دروغ میگوید. یکی هم شهادت قولی است، این کلام خداست، میگید این کلام خدا نیست، یک سوره‌ای که درش مثل یا باشه بیاد. خب فرمود اکنون که در مسجد ضرار هم مبنا فاسد بود هم بانی فاسد بود، شما باید مسجد تقوا داشته باشید که هم مبنا سالم باشد هم بانی. مبنا سالم باشد افمن اساس بنیان و علی تقوا باشد، بانیان و معماران و عامران صالح باشند، فیه رجال و یحب و انیت تحرو، آدم های بد در جای بد اجتماع کردن برای منافقان در مسجد ضرار، انسان های خوب در جاهای خوب اجتماع میکنن مثل مؤمنان در مسجد قبا، در مسجد النبی صلی الله علیه وسلم و مانند. خب این گروه کسانی هم که با ذات اقدس الله پیمان بستن، اینا در هر عصری در زمان هر پیامبری هم بودن. فرمود ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه. اگر کسی اهل مسجد بود، جز رجالی بود که خواست طاهر بشود، باید در این جبهه و جنگ امتحان خودش خوب پس بده. اگر در مسائل عبادی امتحان خوبی داد، باید تو مسائل نظامی و سیاسی هم ممتحن خوبی باشه. ذات اقدس الهی اعلام داد و ستدی کرده است، از هر کسی چیزی نمی خرد، از مؤمنان چیز می خرد، جان اونها را می خرد و مال اونها را می خرد، چون جان اینها جانیست که یحبونن یتطهروا بود، مال اینها هم که کسب حلالشون بود، اینا را می خرد. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموال. خب وقتی خدا مشتری شد و مؤمنان فروشنده شدند، ثمن مشخص بشود در برابر مسمن، و این مسمن میشه آریه و امانت پیش انسان، برای که صحبت جان و مال خود را به خدا فروخت، دیگر این جان ملک خداست و این مال هم ملک خداست، هر گونه تصرفی در این جان و مال باید به اذن خدا باشد. اذن خدا و دستور خدا این است که این جان و مال را در راه جهاد صرف بکنید. و ان لهم الجنه که ثمن هست. خب حالا اگر کسی جانش داد، مالش داد،
در برابر بهش گرفت چیکار باید بکند؟ این مال به جان مال خداست دیگه، به انسان امین اوست، چیکار باید بکند؟ کارش اینه که یقاتلون فی سبیل الله، تو جبهه‌های جنگ شرکت میکنند. حضور در جبهه جنگ هم بیش از دو راه ندارد، انسان یا شهید میشود یا قاتل، دیگه اسیر نخواهد شد. فیقترون و یقترون، دیگه راه سومی وجود ندارد. حالا یه وقتی ضرورت وادارش میکند که او رو به اسارت میبرن، مطلب دیگه است، اما خودش تسلیم بشود این چنین نیست. دیگه نفهم و ست راه دارد، یا شهید میشن یا فاتح میشن یا خودشون رو تسلیم میکنن، این دیگه نیست، همین دو راه. فیقترون یک و یقترون این دو، همین دو راه. این که ذات اقدس اله فرمود خداوند از مؤمنان جان و مالشون خرید در قبال بهش داد، این وعده الهیست و حق است، وعدن علی حقا. این سخن هم در تورات است، هم در انجیل، هم در قرآن. بعد فرمود نه تنها وعدن علی حقا، بلکه من اوفا به عهدهی من الله. اگر خداوند به دیگران فرمود اوفو بالعقود، خودش اولا از دیگران است به وفای وعد. و من اوفا به عهدی من الله. بعد به فروشنده ها تبریک میگوید، میفرماید فاستبشروا به بیعکم الذی بایعتم به، به این فروشتون به شما تبریک میگیم که با این فروش با خدا دادجدت کردید و این فوز عظیم است. خب عده زیادی از مفسران منهم سیدن استاد مرحوم علامه رضوان دره و بودن لطایف فراوانی در این کلمه است. یکی این که تعبیر به اشترا تعبیر تشویقی است، چون ذات اقدس اله مال خود را از ما میخرد، برای اینکه انسان که مالک جان و مال نیست. خودش هم تصریف فرمود اما یملک السمع والابصار، فرمود نه تنها هستی شما را خدا داد، بلکه در مقام بقا شما مالک چشم و گوش هم نیستی. این ام ام منقطع است دیگر، مثل ام من یجیب المستر، ام من یم بکست ام قبل افسار، یعنی بل اون خدایی که مالک چشم گوش شماست او رب شماست، اون کسی که مالک چشم گوش شماست او رب شماست. اینی که وجود ما رو که پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود، دیگر ائمه علیهم السلام فرمودند، انسان اونقدر قدرت ندارد که چشم خود را ببندد و بمیرد، و اگر در حال مردن که بدن گرم است کسی نباشد که این چشمها رو ببندد، یه منظره حائلی است. خب بس هیچ کس این قدرت هم ندارد که چشم بسته را باز کند یا باز را ببندد و بمیرد. پس مالک سمع و بصر دیگری، اونگاه اون خدایی که مالک هویت ماست، ملک خود را از ما میخرد. ملک خود را از ما میخرد، این در حقیقت جمع عوض و معوض است، یعنی مثمنم مال اوست، ثمنم مال اوست، این میشه بی و میخرد و برای ما به صورت امانت نگه میدارد، حفظ میکند، میپرورد، دوباره تحویل ما میده. ثمن و مثمن هر دو را. و اگر کسی با شیطان معامله کرد، با اینکه او نه ثمن دارد نه مثمن، هر دو را به غارت میبرد. اینطور نیست که حالا اگر چیزی به عنوان ثمن به انسان وعده کرده است، یعنی شیطان وعده کرده است به آدم بده، چون وقتی که جان را گرفت هر جوری که خودش بخواهد در او اثر میکنه. خب پس اشترای تعبیر تشویقی است، نظیر اجر. اجر هم تعبیر تشویقی است که یوتون اجرهم مرتن یا یوفون اجورهم به غیر حساب. تعبیر اجر هم تعبیر تشویقی است، برای اینکه اجر آن است که انسان یه خدمتی را برای صاحب کار ارائه بکند، به او بدهد و از او مزد بگیرد. و خدایی که غنی یعنی العالمین است، کاری از ما به سود او نخواهد بود، ما به سود خودمون کار میکنیم و از او مزد دریافت میکنیم. پس معلوم شد ما برای به سود خودمون کار میکنیم و از او جایزه تشویقی میگیریم، منتها این جایزه تشویقی را تشویقا گفتن اجر. تعبیر اشترا، تعبیر عجل، همه اینا تشویق و ترغیب است. اون لطیفه‌ای که غالب این بزرگان فرمودن این است که انسان در خرید و فروش جزئی بالاخره خودش خریدار است و یا فروشنده است و دیگری خریدار یا فروشنده،
یه ثمر مثمری هم هست، همه امور چهارگانه است، یعنی متعاوضان و عوضین. ولی اگر خرید و فروش چیز مهمی باشد، بخواد خانه رو بخره، زمین رو بخره، دو امر دیگر رو این امور چهارگانه اضافه میشه، یکی تنظیم قواله و سند، یکی هم امضای شهود. انسان وقتی حالا یه نان بخواد بخرد، یه گوشت بخواد بخرد، همین که فروشنده، خریدار، ثمن، کالا، این چهار چیز مشخص شد، بی تمام. اما حالا قباله تنظیم بکنند و یه عده هم امضا بکنند، این نیست. ولی برای خارای مهم اینطور. داد صدی که ذات اقدس اله دارد با انسانها، چون امر مهم است، دارای امور ششگانه است، همه رو مشخص فرمود. فرمود خریدار خدا، فروشنده مؤمنان، کالا جان و مال، ثمن بهشت، قباله قرآن و تورات و انجیل، شاهد موسی و عیسی و پیغمبر علیه السلام. این حرف را ما تو تورات گفتیم، تو انجیل گفتیم، تو قرآن گفتیم. این حرف عمومی ماست، یه قباله عمومی ماست، این اختصاصی به قرآن کریم ندارد. اینه که اهلیانم گفته می شود مسیحیت با رحمانیت آمخته است، جنگی ندارد، نبردی ندارد، مبارزه‌ای ندارد، اینها یه مسیحیت تحریف شده است. الان مشکل جهان مسیحیت این است که اینها یه امامی می خواهند که بین مسیحیت ناب عیسی علیه السلام با مسیحیت آمریکایی فرق بگذارد. اگر اون هم یه رهبری مثل امام می داشتند، هم یهودیت ناب موسوی از یهودیت آمریکایی مشخص می شود، هم مسیحیت ناب عیسوی علیه السلام از مسیحیت آمریکایی مشخص می شود. اگر قرآن از ثبوت به این که مسئله جبهه و جنگ و مبارزات و اینا تو تورات هست، تو انجیل هست، تو قرآن هست، چون که در سوره مبارکه صف ذات اقدس اله به زبان پیغمبر صلی الله علیه وسلم به همه فرمود ای مسلمان ها مثل مسیحی ها باشی. یعنی چی؟ اونا جنگجویند، مبارزند، برای حمایت دینشون تلاش و کوشش کردند، شما مثل اونا باشید. عیسی مسیح گفت فبود شما مثل مسیحا باشید. از قال عیسی به حواریین من انصار الالله، قال حواریون نحن انصار الله، فآمرت طائفتون من اسرائیل به کفرت طائفه فعیدن الذین آمنوا علی عدوهم فاصبحوا ظاهرین. در پایان سوره مبارک صف که تقریبا سوره جنگل و در اولش هم آمده ان الله یحب الذین یقاتلون فی سبیلی صفا کأنهم بنیان مرصوص، که اصل سوره سوره جنگ است، وسط سوره این است یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارتی تنجیکم من عذاب الحریم تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم. اولش جنگ، وسطش جنگ، آخرش جنگ، که سوره سوره جنگه. در آخرش به ما مسلمان ها میگه مسلمان ها مثل حواریین هست، مسیح باشید. اونا مبارزه کردن، ما هم تاییدش کردیم، شما هم مبارزه کنید، ما تاییدتون میکنیم. و این دین رزمی را به صورت رحمانیت در آورده، این میشه مسیحیت آمریکایی. اگر یه همچین امامی در بین اونا پیدا میشد که مسیحیت ناب عیسوی را از علیه السلام را از مسیحیت آمریکایی جدا میکرد، ما دیگه مشکلی نداشتیم. الان بسیاری از این حرفهای سکولاریا و امثال داره از اونجا آمده، میگن اونا تجربه تلخی دارن در دخالت دین در سیاست، شما باید دین را از سیاست جدا کنید، در حالی که اون دین رحمانی جدایی از سیاست امریکایی براتون خواسته فراوانی داره. خب پس این امور ششگانه در این کلمه ترسیم شده است. فرمود به اینکه شاهد همه انبیا هستند و در کتابهای آسمان دیگر ما گفتیم. مطلب این که بود وعدن علیه نظیر کتب ربکم علی نفسه الرحمه است، که بازگشت این گونه از الزام ها و ایجاب ها به وجوب ان الله است، نه به وجوب علی الله، که فرق این دو مکتب بارها بازگوش. چون که در بخش پایانی شفا بود به من اوفا به عهدهی من الله فاستبشروا ببیعکم الذی، این ناظر به تشریع یقینا خدا به عهدش وفا میکند،
و چون انسان جان و مالش را به خدا میفروشد میگن با خدا بیعت کرده است. بیعت از همین بی است دیگه. و اگه کسی با خدا بی نکنه که بیعت نیست. بیعت با پیغمبرم به همین معنی من جان و مالم را به ذات اقدس اله فروختم. والحمدلله رب العالمین.